آخرین به روز رسانی کلاب هاوس باعث سرگردانی بسیاری از کاربران این رسانه اجتماعی شده. این به روز رسانی در عصر روز چهارشنبه باعث شد تا کاربران نتوانند ارتباط خود را برای ساعت‌ها با دیگر کاربران دوباره به دست بیاورند. با این تغییرات تازه، شکل رابطه بین کاربران تغییر کرده و مانند دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، دو کاربر برای دیدن اتاق‌های یکدیگر و یا پیام خصوصی باید دنبال کننده یکدیگر باشند. این موضوع باعث شده تا بسیاری از فعالان کلاب هاوس با ریزش شدید دنبال کننده روبرو شوند. شبکه اجتماعی کلاب هاوس محبوب کاربران ایرانی به خصوص فعالان سیاسی است. همکارم اردوان روزبه که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو با ما همراه شده. اردوان، میدونم که واکنش ها زیاد بوده. در مورد این تغییرات تازه بگو که شبکه اجتماعی کلاب هاوس اعمال کرده که دقیقاً چطور عمل میکنه؟ خب کافیه بدونیم که این اتفاق خیلی یک بار افتاده. حداقل من که در اون لحظه اونجا بودم و در جمعی که همیشه معمولاً خب بسیار از ماها در کلاب هاوس به تبادل اطلاعات برگزار میشه، به اینکه با هم حرف بزنیم در موضوعات مختلف، این یک مسیر خیلی ساده ای ایجاد کرده بود که محبوبیت کلاب هاوس در همین بود. اما کلاب هاوس یک باره یک در واقع اعلانی رو داد دلو برای اینکه باید آپدیت بکنین و خب مثل خیلی از بارهای مختلف این کار انجام شد و درست با این اتفاق کاربران فهمیدن که تفاوت‌ها بیشتر از یه آپدیت معمولیه و باعث سرگردانی بسیاری از کاربران کلاب هاوس. حالا من بعضی از در واقع فروم ها و گروه های اجتماعی رو خارجی ها غیر ایرانی ها هم دنبال کردم، اونها هم وضعیت مشابه ما دارن. اما از اونجایی که ایرانی ها خیلی تو این زمینه جدی و فعال بودن، به خصوص بعد از انقلاب مهسا، به خصوص در بحث انتخابات، خب طبیعیه که اونها خیلی بیشتر درگیر شدن. اولین اتفاق مهمی که افتاده یک ریزش کاربران بسیار بزرگ بوده. من مواردی دارم، حالا ترجیح میدم اسم کاربران نبرم، بعضی از کسانی که فعالیت‌های سیاسی یا حرفه‌ای می‌کردن ایرانی. بله کاملا، بیشتر ترجیح می‌دم راجب ایرانی الان صحبت کنم چون ماها درگیر این قصه هستیم بیشتر از هر کسی. عددهای مثل حدود 50,000 و 40,000 فالوور دنبال کننده تبدیل شده به 20 نفر در یک مورد ما داریم که البته من تصویرشو گرفتم ولی ترجیح می‌دم راجبش فقط صحبت بکنم. بیش از حدود 49,000 دنبال کننده تبدیل شده 20 دوست. اتفاقی که افتاده در اینجا بعد درست مثلا فیسبوک شده، شما باید با کسی در ارتباط باشید که اون هم شما رو دنبال کنه. در نتیجه دیگه اون رابطه بین کسی که یک فرد حالا انسلان در واقع و آدم سلبریتیه یا اینفلوئنسر یا هر چیزی باش، بقیه دنبالش میکنن و اون حالا تعداد معدودی از آدم‌ها رو دنبال میکنه، دیگه اتفاق نخواهد افتاد. یعنی هر دو طرف باید همدیگه رو دنبال کنن، مثل فیسبوک. در فیسبوک شما باید حتما اون طرف دنبال کنید و اون حالا یکی میتونه ریکوست بده، میتونه دنبال کنه. همین مدت کوتاه رفتار خلاقانه بعضی هم دیدنیه، اونا فوری یه دونه اتاق درست کردن به اسم خودشون و درخواست کردن که بیاید دنبال کننده من باشید. البته به نظر میسه در نهایت بعض اینجوری خواهد بود که اگر شما میخواهید اتاقی رو وارد بشید، به تبع باید یکی از اون آدمایی که در ارتباط هستید تو اون اتاق باشه تا اونجا رو ببینید. اما آقایون که امروز در واقع پال داویسون و شریکش چیزی که مطرح میکنن این است که میگن ما یه چیزی به اسم چت رو درست کردیم. این داستان گون که میگم خیلی از این آپدیت ها زندگی کلاب هاوس رو به هم ریخته، به خصوص ایرانیا، فعالان سیاسی، کسانی که بیانیه میدادن. البته من معتقدم سه دسته کاملا زندگیشون زیر رو شده. یک، اعضای ارتش سایبری، به دلیل اینکه اعضای سایبری دیگه عملا با اکانت های فیک نمیتونن فالوور کسی باشن، نمیتونن هجوم درست کنن، به تبع این اولین مشکل برای اوناست. اما گروه دوم فعالان سیاسی هستن که اونها هم دیگه حالا مجبورن یک به یک با افراد در تماس باشن. و دسته سوم کسانی که دنبال میکردن و اخبار رو از داخل ایران و موارد مشابه این در کلاب هاوس به دست می آوردن. خب آدمان گفته شده که دلیل این تغییرات چه بوده اصلا؟ اونها معتقدن که میگن 30 ثانیه فرصت. خب خیلی مالی در 30 ثانیه واقعا خیلی سخته. اما میخوام بهتون خیلی کوتاه بگم کلاب هاوس در حال ریزش بود و کاربرانش از دست داده بود، به خصوص بعد از داستان کووید عملا نتونست جایگاه خوبی رو پیدا کنه. ترجیح میداد راههای تازه رو امتحان بکنه که بتونه برگرده. حالا با این چت شما دیگه همزمان نمیخواد با هم باشید، یکی پیام میده دیگری بعدن. اما به نظر میسه کاربران ایرانی در حال حاضر اصلا از اتفاقات موجود خوشحال نیستن. بسیار متشکرم از اردوان روزبه و ممنون از شما که بیننده این بخش خبری بودین و ما رو همراهی کردید. وقتتون بخیر.